سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. در برنامه امروز نگاهی به مراسم سالگرد 14 اسفند، سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق، رهبر ملی ایران و نهضت ملی شدن نفت که اجازه برگزاری نگرفت. اعضای شورای مرکزی و شخصیت‌های جبهه ملی ایران برای ادای احترام به مزار دکتر محمد مصدق، رهبر بزرگ نهضت ملی ایران، درود بر مصدق، بزرگ ملل استعمار زده مشرق زمین، به احمد آباد آمدیم. متاسفانه نیروهای وابسته به حکومت از رفتن ما بر سر مزار دکتر مصدق جلوگیری کردند. و گفتگو با دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران. ما در کشور خودمون متاسفانه هیئت حاکمه‌ای داریم که برای مسئله بیکاری، فقر و مصائب مختلف اجتماعی که گریبون ملت ما رو گرفته برنامه ریزی از نظر سیاست خارجی نکرده. کشور ما کشور ثروتمندی است، کشوری است که با داشتن 1/100 زمین‌های روی کره خاک و داشتن 1/100 جمعیت جهانی، 15% منابع انرژی را در اختیار داره. شخصیت‌های جبهه ملی ایران برای ادای احترام به مزار دکتر محمد مصدق، رهبر بزرگ نهضت ملی ایران، درود بر مصدق، بزرگ ملل استعمار زده مشرق زمین، به احمد آباد آمدیم. متاسفانه نیروهای وابسته به حکومت از رفتن ما بر سر مزار دکتر مصدق جلوگیری کردند و اتوبوس‌های ما رو برگردوندن و اجازه ندادن که شاخ گل‌هایی که دستمون هست به مزار اون بزرگ مرد تاریخ تقدیم کنیم. دکتر مصدق شخصیتی است که فقط مسئله ملی کردن نفت در ایران و آوردن پول نفت در سر سفره ملت ایران و ایجاد این همه زیربناهای اقتصادی رو انجام نداده. فقط دکتر مصدق غرور و شخصیت ملت ایران رو زنده کرد و به ثبت تاریخ رسوند. دکتر مصدق علاوه بر ملی کردن نفت که از دست انگلیس ها، از چنگ انگلیس ها در آورد و پولش رو در سفره ملت ایران گذاشت، شیلات را هم از دست روس ها در آورد و ماهیگیری در دریای مازندران رو برای ملت ایران به ارمغان آورد. آزادی های سیاسی رو برای ملت ایران به ارمغان آورد، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی انتخابات، آزادی روزنامه ها و مطبوعات. دکتر مصدق دانشگاه رو به صورت مستقل برای اولین بار در ایران به صورت مستقل در آورد و استقلال دانشگاه رو بنیان گذاشت. دانشگاهی که اساتید رؤسای دانشکده ها را انتخاب کنند
و رؤسای دانشکده ها رئیس دانشگاه را انتخاب بکنه و بنابراین حکومت هیچ قدرت و نفوذی روی دانشگاه نداشته باشه. دکتر مصدق کانون وکلای دادگستری رو بنیان گذاشت. دکتر مصدق لوله کشی آب شهرها رو شروع کرد. دکتر مصدق با قانون 5% از درآمد شهرداری ها برای ساختن مدرسه مدارس زیادی در ایران ساخت. دکتر مصدق تمام ملل استعمار زده شهر رو از خواب گران بیدار کرد و به دنبال ملی شدن نفت و حکومت ملی در ایران کانال سوئز ملی شد و خیلی حرکت های ضد استعماری در منطقه و در جهان انجام شد. بالاخره قدرت های استعماری، سازمان های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا با حمایت اتحاد شوروی اون روز نتونستن این ویترین استقلال و آزادی و حاکمیت ملی رو در این کشور تحمل کنن و با کودتای 28 مرداد حکومت ملی رو ساقط کردن. در تمام سالهای بعد از کودتا دولت استبدادی و دیکتاتوری سابق از نام مصدق هراس داشت و نام او در جایی نباید ذکر می شد و امروز هم حکومتی که اقتدارگراست و به آزادی ها اعتقاد نداره و پا جای پای رژیم دیکتاتوری قبلی گذاشته همین گونه رفتار میکنه و اجازه نمیده که ارادتمندان دکتر مصدق در روز سال روز در گذشتش یک گلی روی مزار او بگذارن و یک فاتحه‌ای بخونن. ما برای ادای احترام به آن بزرگ مرد 100 کیلومتر راه رو طی کردیم و چون اجازه ندادن اینجا در گوشه یک پارک آب یک به روح اون بزرگ مرد تاریخ درود میفرستیم. درود. بله، همونطوری که شاهد بودیم بعد از انتخابات 2016 آمریکا و بر سر کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده و به خصوص پس از لغو یک جانبه برجام و بیرون آمدن آمریکا از قرارداد هسته‌ای، تعداد گروه‌های مختلف سیاسی رو به افزایش گذاشتن و فعالیت‌های اونها در این سو شدت و حدت بیشتری گرفتن. در آن سو ایران اما همان گونه که از سال 57 به این طرف شاهد بودیم به علت عدم وجود آزادی‌های اولیه چون آزادی بیان و تشکیل اجتماعات و دیگر حقوق اولیه انسانی متاسفانه از حرکت و فعالیت‌های اکثر گروه‌های سیاسی جلوگیری به عمل آمد و فعالین و طرفداران آنها یا به زندان افتادند و قلق و غم شدند و یا به گوشه عزلت کشانده شدند. یکی از این احزاب جبهه ملی ایران است که همونطور که می‌دانید از اولین احزاب سیاسی ایران است که از 7 دهه پیش محور اصلی فعالیت‌های سیاسی اون بر مبنای ملی‌گرایی پایه‌گذاری شده و متأسفانه از فعالیت این حزب نیز چون دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی داخل ایران به انحای مختلف جلوگیری شده و ممانعت به عمل آمده. در چند برنامه پیشین با آقای دکتر موسویان که رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران را به عهده دارند به گفتگو نشستیم که خوشبختانه مورد توجه بسیاری از شما بینندگان این برنامه قرار گرفته بود و خواسته بودید که بیشتر از نقطه نظرهای ایشون آگاه بشید و با سیر تاریخی جبهه ملی آشنا بشید. به خصوص بینندگان جوان ما که به علت وجود سانسور و عدم آزادی فعالیت‌های سیاسی در داخل ایران کمتر با میراث تاریخی این حزب، رهبران اون و نهضت ملی شدن نفت ایران آشنایی دارند. در برنامه امروز بار دیگر به آن سوی آبها به ایران عزیز می رویم و در تهران با آقای دکتر حسین موسویان به گفتگو می نشینیم. توجه کنید.
خب همون گونه که به اطلاع شما رسید، مهمان عزیز امروز برنامه ما جناب آقای دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی میباشم. بسیار خوش آمدید جناب دکتر موسویان عزیز. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. درود بر شما. خیلی متشکرم از شما که از من دعوت کردین و من از طریق رسانه شما میتونم صدام رو به گوش هموطنان عزیزم برسونم. ما هم خوشحالیم که شما در برنامه امروز هستید. گفتگوهای گذشته ما بسیار مورد توجه دوستان و بینندگان ما قرار گرفت و همگی مشتاق بودن که دو مرتبه از نظرات شما آگاه بشن. جناب موسویان، شما چگونه میبینید جریانات اخیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایرانو و چگونه ارزیابی میکنید ایران به کدام سو میرود؟ من بخوام به این سوال شما پاسخ بگویم، باید خدمتتون عرض کنم که هر دولتی سیاست‌هایی که در داخل کشورش میخواد پیش ببره و هدف‌هایی رو که مد نظر داره بر اساس این هدف‌ها و این سیاست‌های داخلیش میاد سیاست خارجیش رو انتخاب می‌کنه و سیاست خارجی همیشه در خدمت سیاست داخلی هست و برای پیشبرد سیاست داخلی. به عنوان مثال، اگر یک هیئت حاکمه‌ای بخواهد برای آحاد ملت رفاه، خوشبختی، کار، مسکن، درمان، تمام عواملی رو که برای رفاه و سعادت یک ملتی لازم هست فراهم بکنه، سیاست خارجیش رو هم میبره به سمتی که از نظر اقتصادی کشور بتونه در شرایط خوبی قرار بگیره و با جامعه جهانی خیلی محترمانه تعامل بکنه و با احترام متقابل با دنیا برخورد بکنه و از این طریق بتونه نظر جهانیان رو برای تعامل محترمانه و متقابل با کشور خودش جلب بکنه. بله. خب ما در کشور خودمون متاسفانه هیئت حاکمه ای داریم که برای مسئله بیکاری، فقر و مصائب مختلف اجتماعی که گریبون ملت ما رو گرفته برنامه ریزی از نظر سیاست خارجی نکرده، چرا که اگر قرار بود که خواست کاری بکنه که در مملکت فقر وجود داشته باشه و میلیون ها نفر زیر خط فقر زندگی نکنن، بیکاری وجود نداشته باشه و تولید داخلی افزایش پیدا بکنه، باید با همسایگان، با کشورهای منطقه و با قدرت های جهانی راه درگیری و خصومت رو در پیش نمی گرفت و باید با همه جهان با احترام متقابل و بدون این که زیر سلطه قدرتی قرار بگیره از تمام قدرت‌های دنیا و فرامنطقه‌ای و همسایگان در حقیقت کمک بگیره در این راستا که در داخل کشور یک اعتلاء، یک شکوفایی و یک زندگی خوب و رفاه نسبی برای افراد ملت فراهم بکنه. یعنی سیاست خارجی در حقیقت باید در خدمت سیاست داخلی باشه و به منظور رفاه مردم، به منظور بالا بردن تولید، اطلاع علمی و وضعیتی که مردم احساس کنند در یک کشوری مثل کشور ما که امکانات گسترده مالی داره. کشور ما کشور ثروتمندی است، کشوری است که با داشتن یک صدم
زمین‌های روی کره خاک و داشتن 1/100 جمعیت جهانی 15% منابع انرژی را در اختیار داره. کشوری است که 2600 کیلومتر مرز آبی داره. کشوری است که از منطقه شمالی تا منطقه جنوبیش تنوع آب و هوا و تنوع محصولات داره. انواع و اقسام معادن زیرزمینی در اختیارش است و بنابراین در این کشور فقر نباید مفهومی داشته باشه، بیکاری و این عقب موندگی ها نباید وجود داشته باشه. بله. و این در حقیقت این وضعی که پیدا شده در اثر سوء سیاست ها و سوء مدیریت ها پیدا شده. بله. بنابراین وضع سیاسی به این وضعیت هست. از همون ابتدای انقلاب که اون مسئله گروگانگیری پیش اومد و خصومت بی جهت با آمریکا پیدا شد، سبب شد که جنگ پیدا بشه در کشور ما، سبب شد مصائب ناشی از 8 سال جنگ به گرده ملت ما بار بشه و بعدش هم این خصومت تا کنون ادامه پیدا کرده و ما رسیدیم به این شرایط و وضعی که الان بسیاری از کارخانجاتمون در حال تعطیل شدن و ورشکستگی هستن، بسیاری از بانک ها همین وضعیت رو دارن. دکتر موسویان، شما در رابطه با روابط جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر و سازمانهای خارجی نظرتون چی هست؟ اخیراً دو لایحه در مجلس مثل که کماکان معوق هست، یکی CFT مبارزه علیه تأمین مالی تروریسم هست و دیگری FATF که یک اقدام مالی هست علیه پولشویی. فکر نمی کنید که این دو لایحه اگه تصویب بشه در رابطه و وضعیت سیاسی ایران در خارج از کشور و روابط اون مؤثر خواهد بود؟ ظاهراً وقتی که رئیس جمهور آمریکا از این قرارداد به نام برجام خارج شد، کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپایی اعلام کردند که در برجام باقی میمونن و حتی یک کانال ویژه‌ای برای ارتباط مالی با ایران فراهم میکنن که ایران در محاصره مالی و محاصره اقتصادی قرار نگیره. ظاهراً هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هم از این مسئله خیلی خوشنود بودن و یک رفت و آمدها و گفتگوهایی هم با کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا انجام دادن، ولی پیدا کردن اون کانال مالی که وعده‌اش داده بودن اولا مدتی طول کشید، به تعویق افتاد و بعد بالاخره وقتی که یه سازوکاری براش پیدا کردن، اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که استفاده از این کانال ارتباطی مالی در صورتی شروع خواهد شد که ایران FATF رو و اون لوایح زمیمش رو به اصطلاح تصویب بکنه و قبول بکنه و الان این دولت ایران هستش که با این مسئله مواجه هست و البته خود دستگاه دولت بسیار موافق این هستن که این مسئله تصویب بشه، این FATF به تصویب برسه و الان هم که در به اصطلاح مصلحت نظام هست، در شورای مصلحت نظام مطرحه و تصور میشه که اگر تصویب نکنن به هر حال این کانال مالی که در انتظارش هستن که با اروپا برقرار بشه و بتوانن مقداری از درآمدهای نفتی رو یا کالاهایی رو از اروپا وارد بکنن، این متوقف خواهد شد. در حقیقت این یک شریان اقتصادی معدود شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد بود، درسته؟ این امیدی که برای اینکه به هر حال اروپا علی‌رغم خارج شدن آمریکا از اون پیمان برجام کنار جمهوری اسلامی باقی بمونه و بخواد کمک بکنه بهش،
این امید عملی نخواهد شد اگر تصویب نشه اون به اصطلاح FATF، و بنابراین یا ناگزیر هستن که اون رو به تصویب برسونن و یا اینکه اگر تصویب نکنن این مشکلات فزاینده مالی همچنان باقی خواهد موند و لاینحل باقی خواهد موند. و معلومم نیست که اگر هم تصویب بشه باز اروپایی‌ها بهانه‌های دیگری رو پیش نکشن، برای اینکه به هر حال اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگ اروپایی براشون بازار آمریکا و ارتباط با آمریکا بسیار اهمیت بیشتری داره تا ارتباط مالی با جمهوری اسلامی و با ایران. و بنابراین سرانجام معلوم نیستش که اون نتیجه‌ای که حالا صحبت شده برای کشور ما عاید بشه. و مثل اینکه مسئله بر سر معنی و دفینیشن تروریسم هست، و خب تروریسم به طور کلی تعریفش از نظر جمهوری اسلامی چیز دیگری است و اروپا و کشورهای غربی چیز دیگری میگویند، و حالا از این لغت و مفهوم تروریسم گذشته به طور کلی فکر میکنم دنیا مسئلهش با جمهوری اسلامی یکی از مهمترین مسائلش همین مسئله تروریسم باشه و حمایت مالی جمهوری اسلامی. نظرتون چیست؟ بله همینطوره. نظری که آمریکا و یا کشورهای اروپایی نسبت به تروریسم دارن با اون نگاهی که هیئت حاکمه جمهوری اسلامی داره متفاوت هست. بله. کشورهای اروپایی و آمریکا حزب الله لبنان و حماس و حوثی‌های یمن رو گروه‌های تروریستی میدونن. بله. در حالی که دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی این گروه ها رو یک نیروهای آزادیخواه و ایثارگر و نجات بخش برای کشوراشون تلقی میکنن. و این اختلاف نظر خیلی زیاد هست و بنابراین اگر قبول بکنن که جمهوری اسلامی قبول بکنه که این به اصطلاح FATF و لوایح کناریش به تصویب برسه، ناگزیر خواهند بود که از کمک به این سازمان‌های آزادی بخش و این به اصطلاح سازمان‌های آزادی بخش به تصور خودشون خودداری باید بکنن. دیگه به حزب الله لبنان نباید پول بدن، به حماس نباید پول بدن و همینطور حوثی‌های یمن و یا جریانات مشابه در سایر کشورهای منطقه و یا دور از منطقه. و این در حقیقت مشکلی است که الان پیدا شده و به همین هست که الان اینجا بلا تکلیف در حقیقت حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفته که چیکار باید بکنن. و الان هم قرار بود که در همین روزها این مسئله تعیین تکلیف بشه که امروز اعلام کردن که این به بعد از تعطیلات نوروز و به سال آینده موکول شده است و مشغول تبادل نظر و رایزنی هستن که با این مسئله چه شکلی باید کنار بیام. دکتر موسویان، شما نقش سپاه رو در آینده ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ سپاه به هر حال یک نیروی مسلح ایدئولوژیک هست که از ابتدای انقلاب تشکیل شد و خب در جنگ 8 ساله با عراق فعالیت‌های خوبی داشت در کنار ارتش. ارتش در اون جنگ به هر حال با تجربیاتی که داشت، با آشنایی با فنون نظامی جدید نقش عمده‌ای داشت و سپاه هم خب افرادی بودن که اعتقادات قوی داشتن و خیلی ایثارگری کردن. ولی متاسفانه بعد از پایان جنگ بعضی از سردمداران حاکمیت جمهوری اسلامی سپاه رو کشیدن توی مسائل مالی، مسائل اقتصادی و به این عنوان که این نیرویی که نیروی ایدئولوژیک و معتقد بود بعد از 8 سال جنگ به اصطلاح وقتی بر میگرده
به طرف داخل کشور یه خواسته هایی داره، یه درخواست هایی داره و این درخواست ها رو با کشوندن اونها به مسائل اقتصادی و در پیمانکاری ها، در ایجاد کارخونجات، در شرکت های هوایی، شرکت های دریایی، شرکت های حفاری، نفتی و غیر ذالک. و به هر حال این نیرو دیگه اون جایگاه قبلی خودش رو از نظر ایدئولوژیک در حقیقت از دست داده و به یک نیروی خیلی اثرگذار در مسائل اقتصادی کشور و در تمام شئون کشور تبدیل شده و به هر حال نیرویی است که اثرگذار هست در وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران. و همین روزهای اخیرم دیدیم که حتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عنوان اعتراض به ندیده شدن و به جای او افراد نظامی به عنوان طراحان سیاست خارجی دخالت کردن استعفا داد، که البته استعفاش پذیرفته نشد و در جایگاه خودش ابقا شد. به هر حال اینها مسائلی است که به وجود اومده در کشور و باید راه حلی براش پیدا بشه. خب به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. اجازه بدید به ادامه این گفتگو در هفته های آینده نگاه کنیم. با سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید و همچنین از کلیه همکارانم در این سو و آن سو، تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود. Thank you.